زن افغانستان زن محروم است که در طول سالیان متمادی خواسته بار جنگا را به دوش بکشه، فقر و ناداری را، اما همیشه بازنده جنگا بوده. امروز ما خوشحال هستیم که پشتیبانی تمام زنای افغانستان به جرأت گفتن میتونیم که از تیم تحول و تداوم ابراز میکنیم. زنای ما همین روز در شرایط گرمی هوا در ولایات مختلف برای برنامه شما کار میکنن و کمپانیای خانه به خانه را راه اندازی کردن. چیزی که بر ما زنای افغان به خصوص مهم است، ما امروز دو دیدگاه را که تاریخ زنای افغانستان به او افتخار خواهد کرد در اینجا شنیدیم. دیدگاه اول امی موضوعی را که ما در بنر خود گرفتیم که زن از شخصیت مستقل حقیقی برخوردار است و نسبتش که در جامعه ما متاسفانه همیشه ما را به عنوان خواهر، مادر و یا همسر میشناختن به این نگفتیم و این برای ما افتخار است. و افتخار دیگه که ما سالها مبارزه کردیم، حتی در 13 سال اخیر که باید یک زن در دستر محکمه افغانستان وجود داشته باشه تا قضایای حقوقی و قضایی زنها را حل بکنه و متاسفانه هر بار جواب رد گرفتیم. و این افتخار است برای زنهای افغانستان که امروز ایر از شما و تعهد شما را در این مورد میشنویم. و از طرف دیگه آنچه که منشور زنهای افغانستان است، این کار دوامدار زنها از 34 ولایت افغانستان بود که شبانه روزی زنها کار کردن و افتخار میکنیم که شما این منشور را پذیرفتین و یک کمیته مستقل برای تطبیق منشور هم پیشنهاد شده که امیدوار هستیم بعد از پیروزی تیم ما کمیسیون ایجاد شود. و ما به خاطر از اینکه بس زیاد است و هر بخش منشور یک بخش است که میتونیم ساعت‌ها برش سوال بکنیم، اما ما امیدوار هستیم بعد از پیروزی میکانیزم ها و استراتژی های مشخص شوه و از طرف دیگه برای تطبیق ما جانبه منشور تیم تعاون و تداوم ای کار عملی را انجام بدیم. و فقط ما میتونیم که این کار را انجام بدیم. زن افغانستان زن محروم است که متاسفانه منابع و ثروت و تمام امکانات مساویانه در این جامعه تقسیم نمیشه. شگاف اجتماعی خیلی وسیع، خیلی عمیق است و متاسفانه به مسائل زنها همیشه رنگ دینی میدن. اگر ما آموزش از دید اسلام بدیم، ما جایگاه حقیقی زن افغان در میابیم و رای حل پیدا میکنیم. اما متاسفانه صد آموزش پایین است. ما کارزار سراسری مبارزه با بیسوادی را خواهان هستیم، چون 12% زنای افغانستان از سواد و از نهمت سواد برخوردار هستند و در امسایگی ما ایران 90% است و این بر افغانستان در قرن 21 یک ننگ است. و از طرف دیگه ما خواهان عزیزیم که اگر ما خواهان تغییر در رویکردهای اجتماعی هستیم، باید حکومت‌های مقتدر داشته باشیم و حکومت‌هایی که از زن واقعا حمایت بکنه. و تنها قانون، ما قانون خوبی داریم، اما قانون کافی نیست. برای تغییر تطبیق قانون ضرور است. و زنای افغانستان از فرهنگ مافیات شکنجه میشن، رنج میبرن. امروز زنای افغان در زندان‌ها زندانی هستند به خاطر که از خشونت فرار کردن و نتونستن تحمل بکنن خشونت و به جرم فرار از منزل امروز در زندان‌های افغانستان به سر میبرن. به هر حال من نمیخوام صدها صحبت بکنم، چون دردها زیاد است و متاسفانه دکتر سه وقتش کم است. میپردازیم به سوالای دوستا. یکی از دوستا سوال کردن که یکی از عوامل اصلی موجودیت خشونت فقر است. برای خودکفایی زنان، برای ایجاد فرصت‌های اقتصادی برای زنان چه راهکار دارید؟ تشکر از نظریتون و تعهد ما است که کمیسیون را که پیشنهاد کردین در زودترین فرصت بعد از پیروزی ترتیب میکنیم.